سلام دوستان، فراز هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به ماجرای کتک خوردن مهدی سلوکی از آقای کارگردان و حواشی زندگی این بازیگر میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. مهدی سلوکی از روزی که با سریال نرگس به شهرت رسید تا کنون که در سریال ستایش نقش محمد رو بازی کرد، همیشه بازیگری محبوب و کم حاشیه بوده. اما اگر حاشیه های زندگی رو به معنی واقعی اون در نظر بگیریم و براش جنبه منفی نبافیم، میشه گفت زندگی مهدی سلوکی حاشیه های زیادی هم داشته. مهدی سلوکی از بازیگرانیه که در زمان ورودش به دنیای بازیگری به سرعت معروف شد. مهدی در سریال های مشهوری همچون نرگس و ستایش بازی خوبی از خودش ارائه داد، اما مدتیه که او کمکار شده. مهدی سلوکی بازیگر تلویزیون و سینما در سال 1361 در اصفهان متولد شد. وی در هنرستان رشته گرافیک رو برگزید و در همین مقطع بود که جذب کار تلویزیونی شد. در سال 1379 دیپلم خودش رو از هنرستان مالک اشتر تهران دریافت کرد. وی برادر کوچکتر محمد سلوکی مجری تلویزیونه. مهدی سلوکی اولین بار در تلویزیون حضور یافت و سال 80 در 19 سالگی در سریال چراغ‌های خاموش به کارگردانی کاظم بلوچی بازی کرد. اگرچه موفقیت این اثر نسبت به آثار شاخص بعدیش مانند سریال 5 کیلومتر تا بهشت بیشتر نبود، اما تجربه خوبی برای مهدی سلوکی محسوب میشد. همکاری با هنرمندانی همچون فرامرز صدیقی، رحیم نوروزی، محمد مهدی فقیه و محمد باقر صحرارودی رو هم تجربه کرد. در سال 90 دوره پرتلاشی رو در عرصه سینما و تلویزیون گذروند و در آثار مهمی بازی کرد. او در این سال با بازی در 3 فیلم و سریال مهم سینما و تلویزیون خودش رو به مردم معرفی کرد. پدرش سرهنگ نیروی هوایی و اصالتاً تهرانی و مادرش اهل عراقه. مهدی دیپلم خودش رو در سال 1379 وقتی 19 ساله بود دریافت کرد. بعد از خدمت سربازی در کنکور شرکت کرد و در رشته بازیگری دانشگاه آزاد عراق قبول شد. اما فعالیت‌های هنری اجازه نداد تا لیسانس پیش بره. سلوکی فعالیت بازیگری خودش رو به صورت جدی از ماه رمضان 80 وقتی 19 ساله بود آغاز کرد. اولین بار در فیلم سینمایی سرگیجه در سال 1384 وارد پرده سینما شد و با سریال نرگس در سال 85 به کارگردانی سیروس مقدم مشهور شد. از کودکی نقاش قابلی بود، تا جایی که نزدیکانش وقتی می‌خواستند در هنر برای او آینده متصور بشن، وی رو در جایگاه یک نقاش حرفه‌ای و مشهور می‌دیدند. بعدها با ادامه رشته در گرافیک، نقاش چیره دستی شد و تجربه برگزاری نمایشگاه رو هم به دست آورد. در میان سایر هنرها به خطاطی هم مسلط بوده و اصلاً خط خوش در خانواده سلوکی‌ها ارثیه و پدر و برادرش هم بسیار خوش خط هستند. مهدی سلوکی آذر 1393 وقتی 32 ساله بود ازدواج کرده و متأهله. ایشون گفته فکر کنم ازدواج کردم و آرامشم بیشتر شد که چاق شدم. ایرانی ها اصولا اینطوری هستن و ازدواج که میکنن چاق میشن. سال 85 بعد از بازی در سریال نرگس، در تایمی که علتش رو نمیدونم، صلاح دونستن فعالیتی نداشته باشم. من مدام قرارداد می‌بستم، اما می‌گفتند برید منزل استراحت کنید. این شد که به دبی مهاجرت کردم و 5 سالی اونجا بودم تا اینکه دوباره با نقشای کوچک شروع کردم. عاشق رانندگی با سرعت بالاست، به شدت طرفدار تیم پرسپولیس و رئال مادرید و از بازی تیم ملی برزیل هم خوشش میاد. بهترین دوست فوتبالیش رو علی انصاریان معرفی میکنه و از محمد رضا فروتن و کتایون ریاهی به عنوان بهترین بازیگر و از مسعود کیمیایی به عنوان بهترین کارگردان یاد میکنه. همون سالهایی که بسیار معروف شده بود، شایعه‌ای مبنی بر تصادفش با یک کامیون و درگذشت او در این سانحه منتشر شد که به سرعت توسط خود این بازیگر رد شد. آقای سلوکی در چند سال اخیر با سگانه سریال ستایش بیشتر دیده و شناخته شد و سریال بوی باران
از یادها رفته و آرام میگیریم از کارهای اخیر اون در تلویزیونه. البته این روزها با تکرار پخش سریال ستایش از تلویزیون، باز هم بازیگران اصلی این سریال در تیررس توجهات قرار گرفتن و برای همین برخی از اخبار قدیمی مرتبط به اونها تبدیل به سوژه های جدیدی شده و ذهن کاربران فضای مجازی رو به خودشون مشغول میکنه. یکی از این سوژه ها ماجرای کتک خوردن مهدی سلوکی، بازیگر نقش پسر ستایش در این سریاله. مهدی سلوکی در برنامه 40 تیکه به عنوان میهمان در آن حضور داشت. آقای علی مردانی مجری در توصیف سختی هایی که مهدی سلوکی برای رسیدن به جایگاه فعلیش در حرفه بازیگری کشیده، به ماجرای کتک خوردن او از کارگردان اشاره میکنه که همین چند ثانیه از ویدیو برای مخاطب کافی بود تا برداشت های مختلفی از اون داشته باشه. مهدی سلوکی در مقابل صحبت های محمد رضا علی مردانی سکوت میکنه و هیچ واکنش و توضیحی نمیده. اما در ادامه و انتهای این گفتگو بالاخره روشن میشه که بازیگر نقش محمد در سریال ستایش از کدوم کارگردان و در چه سریالی کتک خورده. در بخشی از این برنامه 40 تیکه سکانسی از فیلم چراغ‌های خاموش با کارگردانی کاظم بلوچی پخش شد که در این سکانس مهدی سلوکی باید یک صحنه تصادف رو اجرا مینمود، اما به گفته خودش او به دلیل ترس از آسیب به فرد از این کار امتنا می‌ورزید که باعث تکرار چند باری سکانس شد و با اصرار کارگردان این سکانس اجرا شد. بعد از پخش این سکانس در برنامه 40 تیکه، بازیگر نقش محمد در سریال ستایش به ماجرای کتک خوردن خودش توسط آقای کارگردان اشاره کرد و گفت لحظه ای که من باید بعد از تصادف فرار می‌کردم و می‌رفتم خونه، تا قبلش بازیم یه چیز دیگه ای بود. سکانس رو وقتی دیدم خودم باور نمی کردم که اینو من بازی کردم. بعد از خوردن اون چک ها من همینطور گریه می کردم و باید دیالوگ ها رو هم می گفتم و از نتیجه راضی بودم و همین سکانس باعث شد که جدیتر به من نگاه کردن. کارگردان ها اینجاست که باید بگیم دست معلم درد نکنه و چوب معلم گله. با این توضیحات مهدی سلوکی مشخص شد که او به دلیل استرسی که در بازی سکانس حساس در سریال چراغ‌های خاموش داشته از کارگردان سیلی خورده تا به نوعی بتونه جدیت ایفای نقش رو درک کنه و اون رو اجرا کنه و این یعنی درگیری خاصی نبوده و چکی که خورده به دلیل دور شدنش از استرس یا ترس از اجرای سکانس بوده و بس. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.